سلام همگی، خیلی خوش اومدین. من صادقم، اومدم با ترک افسون از توماج. قضیهش هم اینطوری که یکی از دوستامون توی کامنت ها خیلی این ترک رو نوشته، فکر میکنم چند بار این ترک رو درخواست کرده که نمیدونم حالا علتش چیه که میخواد من این کار رو بشنوم. و چیزی هم که گفته که این موزیک در رابطه با گل خونده شده، در رابطه با ویدیو همون ماری جوانا خونده شده که مثلا چه اثرات مخربی داره. چیزی هم هست که خب الان در حال حاضر توی جامعه خیلی باب شده و یه سری ها کول بودن میدونن این داستانو. شاید حتی میتونه به واسطه عادی سازی که توی بعضی از موزیکا توی رپ فارسی هم منتشر میشه باشه، چون هر چقدر این موضوع رو عادی سازی کنی و گل و بنگ و فلان و اینا، میدونی جای میکنم نسل جدید راحت تر اکسپت میکنه این موضوع رو و باعث میشه بعدا دوچار مشکلات بزرگتر بشه. معطلتون رو میکنم بریم که بشنویم افسون از تو ماچ. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. افسونم که بچه هم میدونین دیگه، یه افسونگر یه چیزی که اغوا میکنه آدمو، یعنی انگار نمیفهمی شاید داره چه اتفاقی برات میفته. در حال حاضر فکر میکنی همه چی اوکیه، ولی خب در باطن اوضاع فاکت اپه. و حال 3:31 هست از توماج صالحی عزیز، بریم که بشنویم. فکر میکنم جز معدود کارهایی که من از توماج بیشترم دیگه، فکر میکنم بیشتر از 2-3 کار از توماج بیشتر شنیده باشم. رفیقمو گرفت، عشقمو گرفت، کشورمو کور کرد این تلسم، جهنم رول شده با وعده بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. میگه جهنم رول شده با وعده بهشت، میگه یعنی وعده بهشت رو بهت میده، میگه بس بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. رول شده با وعده بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. گل نبود، خار بود اون در اصل، کام نمیداد بتینا کامل کرد حوست سوال. حاجی چقدر فلو پررویی داره کلن تو ماج. بی بده نبودی رامت کرد دلخ، میگن خماریم نداره تش نسخیه نترس. گل نزدی، گل زده بهت، گل زده بهت، تم سه هیچو بچش. میگه تو گل نزدی، گل به تو زده، تم سه هیچو بچش. و میگه مثلا خیلی ها میگن آره خماری نداره، دراگ خاصی نیست، خیلی چیز هیوجو عجیب غریبی نیست، ولی خب در اصل یه چیزی که داره ذره ذره تو رو میبره. نداره برات، فقط میخواد بی‌حس شی. عشقت یه طرف از اون دشمنت بیبی، گل نمیکشی تو گل میکشی. عشقت یه طرف از اون دشمنت بیبی، خود بی‌حس شی. عشقت یه طرف از اون دشمنت بیبی، گل نمیکشی تو گل میکشه. شیرتو بد میکنی به خودت، من بعدتو دیدم و دولتو میخوان نتونی دولتو زدن ریشتو، سیاست مدارا قول درون تو رو دیدن و میخوان بکشنش، تو نوته خفش کنن، میخوان ببرن بالا تو پاهاتو فلج کنن. میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که خب این موضوع یه جوری انگار دستی شما رو توی زندگی میکشه. و همیشه این لفظ هیپاپولوژیست هم یادمه، میگه قدرت خودش دراگ، نظر دراگ بهت بده قدرت. این لفظ شما خیلی دوست دارم از دکتر رپ فارسی رو. و اینجا هم همینو داره میگه، میگه که این موضوع گل داره تو رو میکشه، تو اصلا گل نمیکشی و کم کم زندگی تو میگاد. و خود گاورمنت شاید اصلا میخواد که این موضوع باشه، وگرنه جلوش رو میگرفت، چون اون قول درون تو رو دیده، میخواد با این موضوع یه جورایی بیهست کنه. یه همچین فضایی داره کارش دیگه. میخوان بکشنش، تو نوت خفش کنن، میخوان ببرن بالا تو پاهاتو فلج کنن، میخوان شکوفا نشی بذاری شکوفه رو لب، میخوام کمکم کنی، باید بهت کمک کنم. رفیقمو گرفت عشقم، چه جمله قشنگی بود، میگه میخوان شکوفا نشی بذاری شکوفه رو لبت. گرفت کشورمو کور کرد این تلس، جهنم رول شده با وعده بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. رفیقمو گرفت عشقمو گرفت، کشورمو کور کرد این تلس، جهنم رول شده با وعده بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. این سیاست جهانیه، جدیدم نیست، ما نباید فکر کنیم و بفهمیم، باید یه جور سبک شه این سر سنگین، جوری پلنجیدن که قاتلم خودت هستی. خودکشی دست جمعی، دست اونا پاک. میگه دست... یه جوری پلنجیدن که انگار خودت داری خودتو میکشی، خودت داری خودتو اصلا از بین میبری، نیاز به دشمن بیرونی نداری که قاتلم خودت هستی. خودکشی
دست جمعی، دست اونا پاکه، دست خودته یا تقدیر. مهم نیست کرده باشن اون سلاح و تبلیغ، هدف اینه یادت بره وسط جنگیم. نکشی منگی بکشی چت، تمرکز نداری پرش فکر، توهم توطئه تنش ذهن، افتاده به خسخس اون سینه یه سفت. این توهم توطئه و اون خسخسه رو من توی یه سری از آدمایی که قبلا دور و برم بودم دیدم. میدونی مثلا این توهم توطئه اینجوری که وقتی یه کسی این موضوع رو مصرف کنه و زیاد هم اینو مصرف میکنه، هر چیزی که تو میگی یه برداشت دیگه ای ازش داره. فکر میکنم مثلا تو میخوای چه میدونم یه جوری سرشو گول بمالی، یا میدونی انگار نگران همش تو یه کاری نکنی. فهمی چی میگم؟ توهم توطئه تنش ذهن، افتاده به خسخس اون سینه یه سفت. تی فکر میکنی میخوره فکر روانتو، بی هدف و پوچ کرده کل جهانتو، خرابت کرده خرابش کن. چون یه جمله ای هست همیشه میگن فکر کردن در مورد اون کار انجام اون کار نیست، صحبت کردن در مورد اون کار انجام اون کار نیست. و وید یه تأثیری که روی شما میذاره اینه که تو خیلی اوورتینکر میشی، خیلی فکر میکنی زیاد و باعث میشه که مثلا هی پلان میشین، آره این کار میکنم، اینو میذارم اونجا، یا با فلانی هم همین میکنم، فلان بیزینس رو فلانجا رام میکنم. بعد که مثلا موقع اکشنش میرسه رسیدی به افتریه، یعنی یه بیحالی خاصی داری و حوصله‌اش نه، حالا میگه فردا انجامش میدم. میدونی انگار بیخیالت میکنی، میگه حالا اینجوریه دیگه، کنار میای اگه شرایط بد باشه. یه همچین فیلینگیه فکر میکنم. بی هدف و پوچ کرده کل جهانتو، خرابت کرده خرابش کن، بذارش کنار، بذار کنار بهانه رو. رفیقمو گرفت، عشقمو گرفت، کشورمو کور کرد این تلس، جهنم رول شده با بدیه بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. رفیقمو گرفت، عشقمو گرفت. این دو دختره که دارم با هم میجنگم فکر میکنم اون وجدانه یا اون افکاره با اون ویده یا اون تی اس سی است که با هم میجنگن، که آقا میگه بیا نه، فلانو میگه نه، میخواد مبارزه بکنه. میدونی و حالا اینکه کدومشون به کدوم غالب میشه بسته به اراده ای که تو داری. ارادت میتونه هامبور باشه، میتونه شول باشه. کشورم کور کردی این تلس، جهنم رول شده با بدیه بهشت، بی خیالت میکنه پس جوینت تو بکش. هیچ دیوونه ای نمیدونه دیوون است داستان تو، رول گلم همینه، از بیرون ببین خودتو که هوشت پریده، انقدر تو نیستی که با خودت هم شدی غریبه. هیچ فراموشی دردی رو دوا نیست، در نهایت میشی از مشکلاتت فراری، مسئله نباشه وجود نداره جوابی، تو میدون جنگ به جز جنگ راهی نداری. دانا اونیه که خودشو بشناسه، مغز تیز که خودشو بشکافه. قدیم میگه دانا اونی که خودشو بشناسه، نه اینکه در مورد دیگران اظهار نظر کنه و بخواد دیگران رو تغییر بده. بعضی وقتا باید اینجوری نگاه بکنی بهش، آقا میگی من یه عادتی رو میخوام توی زندگیم بذارم کنار، یا یه عادتی رو میخوام نکنم و ترکش کنم، خیلی برام سخته. و تو به توقع داری یه آدم دیگه ای رو بتونی خیلی ایزی تغییر بدی و این خیلی جالبه. دانا اونیه که خودشو بشناسه، مغز تیز که خودشو بشکافه، قوی اول باید به خودش مسلط باشه، کشور خودش نشون بده رهبر داره. ضعف انسان تو وابستگیه، یکی برده یه گله، یکی یه دراجه دیگه، عاشق چیزی شو که ضد تو سلاح نمیشه، منم عاشق جنگم و اون یه تراجدیه. قشنگ بود بچه، میکس و مستر کار دوست داشتم کت کلوفتر باشه. من عاشق جنگمه که اونم یه تراژدیه. میدونی این حرف چیه؟ حرف اینه که آقا دستی خودتو نکش و عاشق چیزی نشو که ممکنه به تو آسیب بزنه و دشمن تو بشه، یه جورون انمی توه. و اگه دوستش داری این عشق، یه طرف هست اون کار خودشو میکنه، حالا هر ساید افکت منفی که داره تو اون لحظه رو زندگیت میذاره، حالا یا تنبلت میکنه یا کمکارت میکنه، یا نمیذاره باشگاه بری، یا نمیذاره ورزش بکنی، یا بی‌حوصله‌ت میکنه، یا پرخاشگرت میکنه، همه اینا رو خودت میتونید دستیشو بکشی بوم تو یه لحظه، فقط باید بخوای و انجامش بدی. امیدوارم لذت برده بوده باشید. محمد متین بود فکر میکنم، یا متین محمدی بود اسمش. این ویدیو افسون توماج رو تقدیم میکنم به تو داداش، چون که خیلی منتظر این ویدیو بودی. و اینکه اگرم ویدیو دوستشون، برای ویدیو لایک بزنید، لینکش هم تو دیسکریپشن هست. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون، دوستتون دارم، دراگ نزنید. خدافظ.